در جلسه من قریب بود با سلسله مصاحباتی که البته با دوستای دیگه و با علمای کشور صورت گرفت این افتخار هم به دست آوردیم تا مصاحبه با محترم شهزاده مصطفی نواسه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه شاهی سابق کشور داشته باشیم. ما در ضمن که از محترم شهزاده مصطفی قلبا تشکر میکنم، دعوت ما را پذیرفتم و زحمت دادیم ما بهشان. میخوایم فقط تنها پیام شما را من حیث یک عضو افغانستان که البته ایدت هم شما شریک هستین بدانم و همتانان عزیز ما پیام اگر داشته باشیم بسیار خوب. تشکر خانم محترم، افتخار از ماست که این مصاحبه را به من بخشیدین و این وقت خواهش میکنم. برای من یک احساس بسیار خوشی بود به جرمنی که آمدم پیش از کنفرانس و باز بار سی سال برادران عزیز باز دیدم و همه اتمسفری که به اینجا بود محبتشان و احترامشان برای شخص حضور اعلی حضرت تغییر نکرده و نمیکنه. با اینده و اعلی حضرت محبت خدا و سلام های گرم خدا بر هموطنان اینجا فرستادن و من ایره براتون گفتم میتونم من نمایندگی رسمی از دفترشان نمی کنم. من حیث یک فرزندشان، یک فرزند ملت افغانستان و یک اولاد آلازد مثل کلگی برادرها و خواهرای ما آنها هم اولادشان هستن آمده بودم. گفتی شما بیشتر کلگی ما درد داریم به دل خود و وظیفه وجدانی اسلامی و اخلاقی هر افغان است و هر جای دنیا که هست تپ و تلاش کنن که یک حل سیاسی برای کشور عزیز خود پیدا کنن. ما مسئول هستیم مقابل تاریخ و نسلهای آینده که یک چانسی که پیدا میشه و چانس یک مکانیزمی داشته باشه که عبارت از اراده آزاد مردم افغانستان است و توسط لوی جرگی حقیقی باید مردم نظر خود به دنیا بگن و سرنوشت خود خودشان تعیین کنن. و در این ضمن تشکر میکنم از کلی برادران و خواهران که تشریف داشتن به اینجا و از محبت و احترامشان و همکاریشان بسیار زیاد تشکر میکنم و امید میکنم که هر کنفرانسی که به هر نقطه دنیا و هر وقتی که گرفته میشه فقط برای وحدت ملی باشه، برای سرفرازی افغانستان باشه و برای پیدا کردن یک حل عمومی برای پروبلم های فعلی افغانستان باشه. ما از شما محترم شاهزاده مصطفی قلبا تشکر میکنم از پیامی که شما تقدیم کردیم. ما امیدوارستیم که به دیدن تصویر شما باسم تسلی بر مردم کشور ما بوده باشم. مهربان هستیم، تشکر از شما. ما فقط شما را عرضو میکنم. تشکر، ممنون.